همکارم محمد رهبر از لندن با ماست. محمد، روزنامه ایران روسیه رو در ماجرای حمایت از خواسته امارات متحده عربی و ادعای مالکیت بر جزایر سگانه بی تقصیر دونسته. دلیل این موضع روزنامه دولت چه هست مشخصا؟ خب روزنامه دولت ایران کاری کرده که خود روزها نکردن، یعنی روزها چنین توجیهی رو نیاوردن و به سکوت برقرار کردن، اما روزنامه ایران گفته است که روزها بی تقصیر بودن. اونجا یک بیانیه اومده و منتشر شده که به حال دنبال رو اون کسی که این بیانیه رو می‌خواست منتشر بکنه امارات بوده و روزها کاری نبودن در این قصه، در حالی که ابدا اینطوری نیست. روزها حمایت کردند و اون بیانیه رو پسندیدند. و این رو در نظر داشته باشیم که یک بنبست عجیبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست که در این بنبست فقط یک کوچه باز هست، اون کوچه هم البته بنبست هست که همین کوچه مسکوه. و کسانی در جمهوری اسلامی ظهور کردن، روسوفیل‌های جدیدی رو ما داریم می‌بینیم که اصلاً کاری به منافع ایران ندارن. اونها دنبال اینن که منافع روسیه به عنوان تنها شبه متحدی که مانده است تأمین بشه، چه در ایران چه در جاهای دیگر دنیا. و برای همین هم هیچ گونه انتقادی رو نسبت به روابط یک طرفه ایران و روسیه نمیپسندند و تمام اون کسایی که انتقادها رو میکنند رو میگن که شما غربی و آمریکایی هستید، همون چیزی که روزنامه ایران الان به منتقدان گفته است. چرا روسیه از خواسته امارات حمایت کرده و آیا واقعا روسیه رو میشه متحد جمهوری اسلامی دونست؟ روزها خیلی با فراست میدانند که در ایران چه خبر هست. رهبر جمهوری اسلامی رو مثل کف دست میشناسند. پوتین مثلا وقتی داخل ایران آمد میدونست رگ خواب رهبری کجاست، اون قرآن رو هدیه آورد و داد. و میدانند که در ایران سیاست خارجی به دست رهبری است و رهبری هم در یک دنیای دیگری سیر میکنه. فکر میکنه هنوز بلوک شرق و غربی در کار هست و در دوران جنگ سرد زندگی میکنه. برای همین نگاه میکنن میبینن که ایران متحد نیست، یکی از کشورهای اقماری اونهاست و کسی است که میتوانن با او هر بازی رو بکنن و برن دنبال تاکتیک های روابط خارجی خودشون. اونها میخوان متحدانی به دست بیارن و این کشور اقماری و این جمهوری اسلامی هم در کنارشون همیشه هست، چه به او خوبی کنن چه به او بدی بکنن. نه سوخو به ایران دادند، نه استیصد به ایران دادند، نه در سازمان ملل از او حمایتی کردند در تحریم ها. و پشت سر هم در واقع تمام اون تعهداتی که فرزند جمهوری اسلامی فکر میکرد روزها دارند رو برهم زدند و شکستند. هیچ اتفاقی هم نیفتاده، پس میتوانن باز هم ادامه بدند و متحدین جدیدی رو کسب بکنن. یادمون باشه لاروف و ظریف، تو اون فایل صوتی ظریف که منتشر شده بود یک حرف جالبی لاروف به ظریف زده بود که می‌خواست یه ابتکار عملی به خرج بده برای مسئله هسته‌ای و گفته بود تو با تهران هماهنگ شدی، یعنی با آقای خامنه‌ای هماهنگ شدی. اونها می‌دانند که چه کسی برای ایران رهبر هست و او رو خوب می‌شناسند و می‌توانند بهره‌های بسیار ببرند. ممنونم از تو همکارم محمد رهبر از لندن.